عزیزان و جانان سلام و درود، سلامی چو باران، درودی چو رود. سلام و عرض ادب به پیشگاه شما همراهان عزیز، دوستان خوب در گروه ادبیات و علوم انسانی و عزیزان در گروه معارف اسلامی. من سعید انبرستانی هستم، مدرس زبان و ادبیات فارسی، مدرس رسمی علوم و فنون ادبی. خوشحالم که اینجا در مجموعه خوب گاج کنار شما و همراه شما هستم به اتفاق همکاران خوبم و امیدوارم که امسال بتونیم با شما و قدم به قدم کنار شما همراه باشیم تا کنکور 1400. شما عزیزان در گروه علوم انسانی رسالت بزرگی بر گردنتون و بر عهدتونه برای خدمت به فرهنگ و خدمت به آموزش کشورمون و کتاب ما، کتاب علوم و فنون ادبی، کتابی است که قطعاً میتونه ابزاری باشه برای رسیدن به این هدف، هم در کنکور پیش رو و هم برای شاخه هایی که در آینده شما پیش رو خواهید گرفت. هر کدوم از شما در آینده چه برید سراغ گروه حقوق و حقوقدان بشید، وکیل بشید، قاضی بشید، نمیدونم برید به سازمان ثبت، در هر مقوله‌ای نیاز دارید که این ابزار رو همراهتون داشته باشید برای اینکه درست بنویسید، درست سند ثبت کنید، درست حکم بدید، درست دفاع کنید از موکلتون. باید بتونید واژه ها رو خوب به خدمت بگیرید و رسالت خودتون رو به نحو احسن انجام بدید. اون دوستانی که میخوان برن جامعه شناس بشن قطعا باید آشنا باشن با زوایای فرهنگی آثار این سرزمین و اونها رو بشناسن، تاریخ این سرزمین رو خوب بدونن. دوستانی که میخوان باستان شناسی کار بکنن بعد حتما این ابزار رو خوب بشناسن و به خدمت بگیرن. پس ما در اینجا و در این کلاس سعی میکنیم که همراه شما و کنار شما به شناخت هرچه عمیق‌تر این کتاب نائل بشیم. امروز رو جلسه صفر قرار دادیم برای اینکه این آغازمون قدری با تأنی، تعمق و با نگاه خوب به آینده باشه. من خیلی حالا به جهت اینکه همیشه معلم بودم، 16 سالم بوده رفتم سر کلاس و شروع کردم به معلمی و تا الان که در واپسین سالهای خدمت دوست داشتنی خودم هستم، همیشه کتاب رو به عنوان یک ملجع و یک پناهگاه دونستم برای اینکه هر آنچه که دارم در اونجا جمع بکنم و در اونجا به یقین برسم. ده ها کتابی که نوشتم همه رو کنار کتاب درسی میدونم و خودم رو از کتاب درسی بی نیاز ندونستم و الان هم معتقدم همه ما باید اول و مهمتر از همه اول خوب کتاب درسی رو بشناسیم. کنکور گذشته و همه اثبات کرد که این روش‌های خاص، حرکات موزون، روش‌های مندرآوردی و مدل‌های مختلفی که حالا خیلی دیدیم معمولاً الزاماً موفقیت ساز نیست. کسایی که اول کتاب رو خوب دونستند، تونستن کارگاه‌های کتاب رو به اهدافش برسند و بعد این روش‌های خوب رو یاد بگیرن موفق شدن. این روش‌ها به تنهایی هیچ وقت مؤثر نبود. پس ما در این کلاس هم هدفمون همینه، اول از همه کتاب رو خوب بشناسیم و بعد روی اون روش هایی که حاصل تجربه سالیان ما هست، حاصل تجربه کار با ده ها شاگرد رتبه تک رقمی، رتبه های دو رقمی خاص و دانشجوانی که همین حالا هم در دانشگاه رشته‌های خوب می‌خونن، هنوز در کنار ما هستند و به ما افتخار دادن که کمکمون کنند، حاصل تجربه اینها رو انشالله با شما به اشتراک بذاریم. کتابی که پیش رو داریم کتاب علوم و فنون ادبی 3 هست از مجموعه 3 قسمتی که از سال 10 با هم و کنار هم اینها رو شما دیدید. شما کتاب
یک رو خواندید، در سه بخش با اون آشنا شدید، بخش های کتاب رو میشناسید، میدونید که این کتاب 4 فصل و 12 درس داره، مثل کتاب های گذشتتون یک ستایش آغازین و یک نیایش پایانی داره و در هر فصلتون در پایان هر فصل شما یک کارگاه دارید که دانسته هاتون رو در اون فصل اونجا به کار میبندید، تمرین میکنید و به یقین میرسید، بعد از اون گذر میکنید. خیلی توضیح نمیدم چون اینها رو میدونید، هر فصل یه ریتم ثابت داره. این 3 درس، درس اول هر فصلمون موضوعش تاریخ ادبیات و سبک شناسی، یعنی یکی در میون، فصل 1 تاریخ ادبیات 1 و 3، فصل 2 و 4 درس آغازینش سبک شناسی، اینها کاملا با هم موازی هستن. همونطور که در گذشته دیدیم، اینجا هم آنچه که ما در درس 1 از تاریخ ادبیاتش میخونیم موازی با اون در درس 4، یعنی درس آغازین فصل 2، سبک شناسی همون قرون رو مطالعه میکنیم. تا بعد از اون هم دوباره همینطور در فصل 3 درس آغازینش تاریخ ادبیاتی است که در فصل آخر موازی به اون پیش میره، در جای خود توضیح میدیم. دروس 2 در هر فصل موضوعش موسیقی شعر و الزاماً در کتاب ما فقط وزن شعر و عروضه. در سال دهم ما قافیه رو هم اضافه داشتیم. امسال محوریت کارمون اختیارات شاعری است و باید اون چیزهایی که به عنوان وزن شعر حالا بیشتر سماعی یاد گرفته بودیم اینجا یه مقداری قانونمندترش کنیم، قواعد گریز ازش رو یاد بگیریم و اونها رو برگردونیم به قالب اصلی. در پایان هر فصلم که درس زیبایی شناسی رو دارید که در کتاب 12 موضوعش چیه؟ موضوعش آرایه‌های بدیع معنویه که سه تا به صورت 1 درس در آمدن و با هم فصل رو می‌سازن. کارگاه پایانی هر فصل هم که ترکیبی از این 3 تاست، بیشتر سبک شناسی، موسیقی شعر و آرایه‌های ادبی یا زیبایی شناسی. خب ما اینجا فصل 1 رو میبینیم که در فصل 1 چی داریم؟ تاریخ ادبیات قرن‌های 12 و 13، یعنی دوره بازگشت، که در فصل بعد ما سبک شناسی همین رو خواهیم خون. آرایه های اینجا مراعات نظیر یا تناسب، تلمیح و تضمینه که خب حالا یه اشتراکاتی دارن، یه جاهایی به هم نزدیک میشن و یک وجه تمایزی دارن که اونها رو از هم متمایز. فصل 2 ما سبک شناسی ادامه همون حالا بحث که داشتیم، اونجا تاریخ ادبیات بود، اینجا سبک شناسی دوره بازگشت. اختیارات شاعر رو در فصل 2 شروع میکنیم، زبانیاشو میخونیم، بعد هم وزنیهاشو در فصل بعد. لفونش تضاد و متناقض نما. شاید لفونش رو اولین بار اینجا باش مواجه میشید، بچهای تجربه ریاضی خیلی این آرایه رو نمیشناسن، اما ما باید حتما نمونه های ازش خوب حل کنیم و تعاریفش رو بدونیم. متناقض نمام که همون پارادوکس، نمونه هایی داشتید، میدونید این با تضاد یه جاهایی نزدیک میشه ولی وجه تمایز مشخصی داره، با تمرین به این تشخیص خواهیم رسید. در فصل 3 و فصل 4 تاریخ ادبیات و سبک شناسی دوره معاصر رو میخونیم که باز موازی با هم پیش میرن. از نظر تاریخ ادبیاتی فصل بسیار مهم و پر اطلاعاتیه، شاید به اندازه کل دروس قبلی ما اطلاعات داخل این هست از نظر آثار، از نظر مؤلفین، ولی به هر حال باید حتما با دقت نظر این رو یاد بگیریم. اختیارات وزنی رو در این فصل میخونیم و تمایز اون از اختیارات زبانی، ترکیب اینها با هم در یک شعر رو میخونیم، روش‌های تستی علمی پاسخ به اینها و سرعت رسیدن به جواب رو قدری تمرین میکنیم، اغراق که خب آرایه پرکاربرد حماسه است یا آرایه مستقل، ایهام و ایهام تناسب خیلی به هم نزدیکن و بچه تفاوتاش خیلی مهم. در فصل 4 هم که عرض کردم سبک شناسی همون معاصر رو با هم میخونیم، وزن نیمایی و بحرهای عروضی رو اینجا در درس 11 میخونیم و عروض رو تمام میکنیم و 3 آرایه پایانیمون هم که آرایه های پرکاربرد سبک هندی به بعد هستن، حسن تعلیل، حسامیزی و اسلوب معادل.
این ترکیب درسی کتاب ماست، اما این کتاب رو ما باید حتما وقتی که داریم مطالعه میکنیم یک نگاهی هم به هدف پایان سال داشته باشیم، چون میدونید بچه های نظام جدید معدلشون هم در کنکورشون موثره، پس ما باید حتما طوری کتاب ها رو خوب و کامل بخونیم که بتونیم یک آزمون نهایی محکمی رو هم با یه معدل بالا و با یک نمره 20 با امید خدا بگذرونیم، چون این نمره هم به هر حال در سرنوشت ما موثره. هرچند موفقیت در آزمون کتبی مجزایی از کنکور نیست، چون کسی که به کنکور فکر میکنه نمیتونه به امتحان کتبی فکر نکنه، چون عملا اینها در کنار هم و با همن. من اینکه صرفا تستی کار بکنم قطعا در همون تست هم موفق نخواهم شد، و دانش آموزی میتونه موفق باشه که بتونه این دو مقوله رو با هم پیش ببره. خب نگاهی بندازیم به ترکیب سوالات که این سوالات چه موضوعاتی و چه نمراتی داره. تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی 2 نمره داره که البته در قسمت نقد و تحلیل متون 4 نمره دیگه اضافه میشه که ترکیبی از اینهاست و باز از اطلاعات سبک‌شناسی استفاده میکنه. 2 بخش موسیقی شعر و زیبایی شناسی هم هر کدوم 6 نمره دارن که دیگه موضوعاتشو گفتیم، وزن شعر و اختیارات شاعری در این بخش، آرایه‌های ادبی هم در زیبایی شناسی. ترکیبی از اینها که همون کارگاه‌های پایانی هر فصلمونه کنار هم نقد و تحلیل ماست که با هم 20 نمره رو میسازه. این 20 نمره در نیم سال اول مربوط به نیمه اول کتابه، در نیم سال دوم قسمت عمده‌ای از نمره مربوط به نیم سال دوم و باز متأثر از نیمه اول خواهد بود. اما در کنکور چطور میشه؟ ما یک کنکوری رو امسال در سالی که درش هستیم گذروندیم، در تابستان 99، که قدری نگاه رو به کتاب و به ادبیات اختصاصی و البته به ادبیات عمومی تغییر داد. ما دیده بودیم خب اغلب دوستان یک مدل هایی رو، خودمون هم همینطور، از خلال سوالات سالهای گذشته استخراج کرده بودیم. این مدل ها رو و این تست هایی که با این مدل ها طرح شده بود رو طبقه بندی و الگو سازی کرده بودیم، بر اساس این الگو نمونه تست ها و نمونه سوالاتمون رو شکل می دادیم. اما یک باره امسال اتفاقاتی که افتاد این بود که یک آشنایی زدائی عجیبی رخ داد. در بعضی مقوله ها سوالاتی طرح شد که با گذشته متفاوت بود. حالا بماند، بعضی میگن سوال غلط بود، سوال مشکل داشت، سوال به هر حال کنکوری است که پیش روی ماست و ما مجبوریم از قواعد اون تبعیت کنیم. پس این که من بیام فقط بر اساس گذشته یک الگو بسازم و کارم رو منحصر کنم به این الگو و به دانش آموزم بگم که من این روش رو یاد میدم بهت، تو کنکور پارسال رو خوب میزنی، برادر من، دوست من، چه تضمینی وجود داره که کنکور 400 الگوهاش همون الگوهای 99 باشه؟ مگه 99 الگوهاش با 98 یکسان بود؟ پس روش های حالا خاصی که بعضی دوستان به کار میبرن و ما حالا فکر میکنیم همین روش ها روش های خارق العاده است، قطعا به تنهایی کافی نخواهد بود. ما باید ایمان بیاریم که کتاب درسی نص آزمون ماست. ما باید به اهداف کتاب برسیم، باید گوشه گوشه کتابمون رو بشناسیم و بعد از شناختن کتابمون حالا میتونیم ادعا کنیم که روش ها رو هم یاد میگیریم و یاد میدیم. اما اکتفا کردن فقط به این روش ها و حالا 4 تا حرکت برای مثلا مدل های سریع پاسخ دادن به این سوال کنکور 99 یقیناً کارساز نخواهد بود، یا بگیم کافی نخواهد بود. من باید بعد از اینکه کتابم رو خوب خواندم روش یاد بگیرم، نه اینکه فکر کنم 4 تا روش یاد میگیرم و من رو بی‌نیاز میکنه از خواندن. پس برای کنکور نگاهی به گذشته میندازیم ولی به اینها اکتفا نمی کنیم. این چیزیست که در کنکورهای گذشته آمده.
ترکیب سوالات این هاست. سبک شناسی و تاریخ ادبیات همون ترکیبی که توی کتاب تو فصول دیدیم، توی امتحان نهایی دیدیم، اینجا هم هست. زیبایی شناسی ما همون آرایه های ادبی، قافیه که توضیح دادیم در سال دهم فقط این بحث وجود داره. از سال یازدهم و دوازدهم ما قافیه نداریم. قافیه همون چیزیه که ما در سال دهم خوندیم. عروض همون بحث وزن شعر لغت داشتیم در گذشته، حالا میتونه مدلاش متفاوت باشه و قرابت معنایی. خب تعداد سوالا میبینید که قدری تغییر کرده. مثلا تاریخ ادبیات امسال بسیار بیشتر شد و جالبه که ترکیب سوالا هم عوض شد، مدل سوالا هم تغییر کرد و بسیار غافلگیر کننده. پس من باید اولین کاری که میکنم اینه که کتابم رو خوب بشناسم، خوب بتونم کتاب رو پاسخ بدم. تاریخ ادبیات هم که میدونید به هیچ عنوان روش بردار نیست. من اینکه بگم آقا الگو میبندم، چرا میشه از فرمول گذاری استفاده کرد، کد میشه گذاشت، ولی منو بی نیاز از خوندن کتاب نمیکنه. میتونم خلاصه کنم، ولی قطعا اونی که خلاصه میکنه بالاخره یک اطلاعاتی رو از کتاب کم میکنه و خلاصه میکنه. طراح خیلی وقتا از همین کدها استفاده میکنه. پس باز میگم این 6 تا سوال ارزششو داره که من در هر کتاب 2 درس و مجموعاً 6 درس تاریخ ادبیات دارم. پس این 6 درس رو اصلاً سعی کنم که خود کتاب رو حفظ کنم. بعد از اینکه کتاب رو خوب حفظ کردم از خلاصه و کد استفاده کنم. آرایه‌های ادبی امسال یه دونه کمتر شد. قافیه دو تا از قدیم، از شاید 20 سال پیش 2 تا سوال در هر کنکور بوده، هنوز هم هست. این دوتا فقط هم از همون کتاب دهمه. حالا الگوهاش رو بررسی میکنیم. عروض امسال یه دونه کمتر شد. لغت هم یه دونه شد داد به قرابت معنایی که شد 5 سال. پس این ترکیب و بودجه بندی ماست. اگر دانش آموزی کتاب دستش بگیره و فقط کتاب بخونه، بگه آقا من کتاب میخونم، آقا تو فقط حفظیاتت رو خوندی، به روش های مثلا قرابت معنایی که تو کتاب حفظی نداریم، که ما باید بتونیم شعر رو خوب معنی کنیم، بتونیم محتوا و محور فکری شعر رو استخراج کنیم، بتونیم 4 تا بیت هم محور با اینو تشخیص بدیم، که این میشه قرابت معنایی. یا برای آرایه های ادبی، این که من تک تک آرایه ها رو جدا جدا در هر سال بشناسم خوبه، ولی کافی نیست. باید بتونم ترکیبی از این آرایه ها رو در کنار همدیگه در یک بیت بشناسم و علاوه بر این الگوهایی که در گذشته آمده رو همه رو بشناسم و احتمال بدم ممکنه طراح حتی ابتکار کنه یه الگوی جدید هم بیاره. این الگوها در کنار هم من رو به هدفم میرسون. برای اینکه بتونیم یک نگاه جامع‌تر و نگاه از بالا به بحث داشته باشیم، من کنکور امسال رو سوالاتش رو فکر میکنم با همدیگه نگاهی بندازیم. علاوه بر اینکه اون ترکیبی که گفتیم و اینجا میبینیم، یه مقداری هم این مدل ها رو با هم بررسی کنیم. ما الان کجا وایستادیم؟ ما الان پای قله کوهی بلند وایستادیم و قصدمون اینه که به این قله بریم. خب من که نمیتونم پرواز کنم، که من قرار گام به گام این مسیر رو برم. خب فرض میکنم میخوام همین کوه شمرون رو برم بالا، یا هر کی در شهر خودش یه قله ای رو مد نظر. برای رسیدن به یک قله 10 مسیر وجود داره، ولی این مسیرها بالاخره باید این فاصله رو طی بکنه و من برای رسیدن به این قله باید از پله ها بگذرم، گردنه ها رو سپری کنم، گام به گام ارتفاع کم کنم یا ارتفاعم رو افزایش بدم تا بتونم به اون قله برسم. این پله ها همین دروسی هستن که ما با همدیگه محتوا و درون مایه هاشو دیدیم. اینها باز خودشون هر کدوم مدل هایی دارن که من باید بشناسم. الان ببینید، سوال اول مربوط به سبک شناسی از کتاب دهم. چیکار کرده؟ اومده در مورد نثر فارسی در سبک عراقی پرسیده، چند تا گزینه داده و شما بعد از بین اینها هدف سوال رو پیدا کنید. ما سال دهم بود که در درس 4 کتاب بهمون یک دیدگاه داد، گفت من میخوام یک متنی رو
بررسی سبکی کنم، دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. ارسطو یه دیدگاه داده، فلانی یه دیدگاه داده، یونان باستان یه دیدگاه داده، تهش رسید به یه دیدگاهی که ملک الشعرا بهار تجمیع کرده بود و اومده بود برای بررسی متن چند تا سبک رو در دوره‌های مختلف بسته‌بندی کرده بود. بعد ما می‌رفتیم داخل اینها، می‌بینیم یه پارامترهایی وجود داره که باز خود کتاب ما اومد گفت ما اینها رو بر اساس سه دیدگاه ارائه دادیم: دیدگاه زبانی، دیدگاه ادبی و دیدگاه فکری که ما بهش گفتیم قلمروها. اینجا ما باید مهارت تفکیک قلمروها رو داشته باشیم، بتونیم اینها رو از هم تشخیص بدیم. بعضی سوالها حتی در تیتر سوال قلمرو مشخص میکنه من از گزینه‌ها، و بتونم فرق بین زبانی، ادبی و فکری رو تشخیص بدم. و بعد بین سبک‌های خراسانی، عراقی، هندی، بازگشت و معاصر و انقلاب بتونم ویژگی‌های اینها رو اونقدر در جای خودش خوب بشناسم که بتونیم مقایسه کنیم و مرز اینها رو تشخیص بدیم. پس این سوال حتما یه اطلاعات مقدماتی داره که من باید برم از اونجا با خودم بیارم. سوال تاریخ ادبی خب طبیعتاً سوال حفظیه، یعنی من باید بارها و بارها و بارها یک متنی رو بخونم، یکی راه میره میخونه، یکی مینویسه، یکی برای دوستش توضیح میده، هر کی یه مدلی داره، با مدل خودم باید اینها رو ملکه ذهنم کنم. اما یه دفعه یه سوالی مثل سوال 138 کنکور اختصاصی 99 میاد، طراح 4 تا بیت میده و میگه مال کیه؟ خب از کجا آمد؟ از کتاب آمد. از کجا؟ از ستایش آغازین درس علوم و فنون یک و از کارگاه ها و خودارزیابی های کتاب، آخرش اسم مؤلف داره. آقا من هرچی وایستم زمین و زمان و فوش بدم، نمیدونم توهین کنم به این و اون، که مشکلم حل نمیشه. من باید سواد خودم رو افزایش میدادم. بالاخره رقبای من هم به همین سوال باید جواب بدن. خب اگر که یک کسی کتاب درسی رو انقدر خوب فهمیده بود که این سوال رو تونست جواب بده، خب قطعا لیاقتش از من برای این درس بیشتر بوده. چرا من زمین و زمان رو به هم می‌ریزم؟ به این دلیل که در کنکورهای گذشته همچین سوالی نبوده، من میتونم بیام کنکور امسال رو ببرم رو هوا؟ نه، نه. اگه قرار به یه سوالی جواب داده نشه، همه جواب نمیدن. اما اگر یک نفری یک سوالی رو تونست جواب بده که من نتونستم، پس اون آدم محکوم نیست، من محکومم. پس دانش خودم رو افزایش میدم تا اگر سال آینده یک سوالی با همین روی کرد طراح طرح کرد، بتونم من جواب بدم و از خیلی رقبام جلو بیفتم. سوال بعد چیه؟ این مدل رو ببینید. طراح اومده، خب این مدل آشنایی است. توی فارسی های عمومی ما اینو زیاد داشتیم که طراح می اومد یه سری لغت، یه سری نمیدونم اثر رو در صورت سوال جا میداد، میگفت شما بشمرید آقا چند تا اثر مؤلفش غلط نوشته شده، چند تا اثر مؤلفش درست نوشته شده. خب ما اینجا داریم میبینیم که طراح 2.5 خط چندین اثر رو نوشته، مؤلفش هم نوشته. خب من چیکار کنم؟ من بعد از همون حافظم استفاده کنم. آقا مجالس المومنین از کیه؟ خب به ذهنم میارم از کیه. اگه شیخ بهایی بود تیک میزنم، اگه نبود روش قین میزنم. پس راه پاسخ به این سوال اینه: تیک زدن و قین زدن درست یا غلط؟ و تهش اگه تعداد غلط ها رو خواسته بود قین ها رو، و اگر تعداد درست خواسته بود درست ها رو میشمرم. این سوال به نوعی سوال سختیه، ولی بسیاری از رقبای من رو میتونه حذف کنه و از گردونه خارج بکنه. کی؟ زمانی که من آثار رو تو ذهنم دستبندی کرده باشم. پس شما یاد بگیرین که در کتاب، در مجموعه تاریخ ادبیات هامون کتاب ها و آثار رو هم در متن یاد بگیرید، هم جدای از متن.
حالا دوستان توی بازار کتاب‌های زیادی دارن که این کارها رو انجام داده، بسته‌بندی کرده، موضوعات رو جدا کرده، نمیدونم حفظیات رو جدا کرده، آثار رو جدا کرده، ولی شمایی هم که اگر میخوای به کتاب خودت اکتفا کنی اصلا کاری نداره، میشه در یک برگ آچار و پشت و رو تمام آثار تاریخ ادبیاتیت رو ستون کنی، مؤلفش رو جلوش بنویسی، حتی نوع اثر رو میتونی، چون داشتیم نمونه شده دیگه، آقا این اثر منظوم یا منثور، جلوش بنویسی، یه خلاصه از موضوعش رو جلوش بنویسی، و اینها بارها میتونه برای تو تکرار و ملکه بشه. سال 139، سال 140 و 141 هر سه از یک درس کتاب منه، از یک فضای کتاب علوم و فنون دوی ما، سال 11 هم مربوط به محدوده سبک عراقی. پس گاهی اوقات میبینیم که خوندن یا نخوندن یک درس صدها عدد تراز من رو و گاهی هزاران نفر رقبای من رو پس و پیش میکنه. اگر بدونید که نمره ادبیات اختصاصی و علوم و فنون ادبی چقدر در نمره سازی شما مؤثره به خاطر ضریب بالای اون، شما 30 تا سوال دارید که ضریب 4 اختصاصی میخوره. اینو اگر از مشاورا بپرسید براتون توضیح میدن که ضریب 4 یعنی چی، اونم در اختصاصی. اینها در عدد سازی نمره تراز شما بسیار مؤثره. پس حیف حتی یک دونش رو از دست بدید. بعد میبینید که شما چی دارید؟ سال 142، 43، 44 رو میبینید مربوط به حوزه معاصر و انقلابه، که خب حالا یه قدری در اینجا ترافیک اسمها رو داریم، ولی به هر حال تاریخ ادبیات و تکرار و ممارست در تکرار اونها باعث میشه این اطلاعات در ذهنمون ملکه بشه. پس برای تاریخ ادبیات قرارمون به خواندن عمیق و به تکرار و تکرار و تکرار و بعد از اون خلاصه برداریست. از اینجا به بعد سوالامون چی میشه؟ سوالامون میشه آرایه‌های ادبی. آرایه‌های ادبی از این حیث مهمه که شما با یک تیر دو نشان میزنید. چطور؟ وقتی آرایه رو خوب یاد بگیرید، اینجا 7-8 تا سوال و جواب میدید، میرید توی ادبیات عمومیتونم با همین دانش 5-6 تا سوال و جواب میدید. پس این مهارته برای شما تأثیر مضاعف داره. خب بعد از اینکه من دونه دونه آرایه ها رو در کتاب 10، 11 و 12 جدا جدا یاد گرفتم، با تمرین و خود ارزیابی و کارگاهاش پیدا کردن اون آرایه رو مهارت پیدا کردم، میام به الگوهای تستیش. ببینید اون مهارت هست که اینجا به دردم میخوره. چشم من عادت کنه که برای تشبیه مثلا دنبال چو و چون و هم معناهاش موجود یا محذوف بگرده، به اضافه الگوی اضافه تشبیه. خب تشبیه دیگه از این دوتا که بیرون نیست که، یا چی؟ یا مثل و مانند و هم معناهاشو داره، یا میتونم با یه ابرو اضافه کنم به اون جمله، یا الگوی اضافه تشبیه اسم، کسر اسم، دومی مثل اولی، گاهی اولی مثل دومی. خب این یه نکته بسیار ساده است. کی به این میرسم؟ زمانی که این تمرینه رو انجام بدم. خب الان اینجا ببینید سوالتون کدام بیت فاقد تشبیه و دارای اینه. تستو خود طراح دو مرحله‌ای کرده، یعنی شما اول چکار کن؟ فاقد تشبیه رو پیدا کن، اونی که تشبیه داره رو حذف کن، حالا تو اونی که تشبیه نداره برو مجازوی هامو پیدا کن و جواب بده. پس یه کمی باید سیاست داشته باشیم برای برخورد با یک تستی، استراتژی داشته باشیم. حالا اصطلاح خارجی هم به کار میبرم، من باید برای پاسخ به سوال استراتژی داشته باشم، بدونم برای برخورد با سوال آرایه مدل ذهنی من باید فرق کنه با برخورد با تاریخ ادبیات، چون اینها دو تا دنیای متفاوته. حتی خود سوالهای آرایه چندین الگو دارن. ببینید اینی که آرایه رو تو سوال به شما میده یه مدل داره، اینی که برعکس میشه آرایه میره توی گزینه، این بیتی رو به شما داده، اول باید شما این بیت رو چیکار کنید؟ بفهمید. خیلی وقتا مشکل من در پاسخ به سوال آرایه ناشی از اینه که اصلا شعر رو نمیتونم بخونم، یا میخونم نمیفهمم چی میگه.
خب چه جوری انتظار داری تو شعری رو که نتونستی بخونی معنیشو نفهمیدی، اگر به خودت جرأت دادی آرایش رو انتخاب کردی، این جرأت یه جرأت کذبه، این اصلا اسمش جرأت نیست، چیز دیگه ایه. پس من اولین کاری که میکنم باید شعر رو بتونم بخونم. خیلی ساده کلمات جاموندهش رو اضافه کنم، بعد مرتبش کنم، بعد سادهش کنم، این میشه خانش و معنی. حالا که اینو فهمیدم برم با الگوهایی که بلدم دنبال جواب بگردم. مثلا الان اینجا گزینه یک تشبیه داره، جناس داره، ایهام داره، کنایه داره، من اول دنبال چی بگردم؟ خب اگر اول دنبال جناس بگردم به نظرم کار اشتباهی، چون ممکنه یه جناس ناقصی باشه که یه حرف اختلاف داشته باشه، چشمم نبینه، مثل این و آن. الان اینو جناسن ولی اصلا به چشم نمیاد. پس دنبال تشبیه میگردم، دنبال تشخیص میگردم، دنبال جناس تام اگه نوشته بود میگردم، دنبال حس آمیزی میگردم، دنبال آرایه هایی که بتونم مطمئن بگم آره یا نه. خب اینجا مثلا گفته آرایه های این بیت چیه؟ تشبیهشو نداره؟ خب دیگه خط میزنم بقیه، دنبال بقیهش نمیگردم. توی اینجا مثلا میبینم آقا استعاره رو من مهارت دارم، میگردم میبینم نیست، حذف گزینه میکنم. پس اول بریم دنبال آرایه های مطمئن و به قول خودمون واضح، تشبیه، تشخیص، جناس تام، حسامیزی، گاهی اسلوب معادله، گاهی حسن تعلیل، تضمین، تلمیح. حتی با اینها میتونیم آره یا نه کنیم. مهمترین روش برای پاسخ به تست آرایه های ادبی حذف گزینه است. اگر من یه گزینه رو دیدم که آقا یه آرایش رو مطمئنم نداره، دیگه بود و نبوده بقیهش مهم نیست، خط میزنم. بعد بین دو گزینه میرم سراغ تثبیت، میگم اینو داره، اینو داره، اینو داره، اینم داره، اینجاست، حالا پیدا کردم، جواب میدم. پس الگوها فرق میکنه. الان این دوتا تست آرایه در گزینن، باید چیکار میکردیم؟ باید سوالو خوب، چون یه بیت دیگه، معمولا هم وقتی سوالو یه بیت تو صورت سوال میدن و آرایه ها میره زیرش، یه بیت ساده دم دستی نمیذارن، یه بیتی میذارن از صائب، از سبک هندی، از سبک عراقی، از اون مشکلاش، که تو بعد اول خوب بیتو بفهمی بعد بری سراغ آرایش. یه تستی هم مثل این تست 148 تک آرایه است. کدوم فاقد مجاز است؟ اینا خیلی وقتا شما مراقب این کلمات باشید. دیدیم که دانش آموز این سوال رو رفته دنبال مجاز گشته و زده. برادر من، خواهر من، دوست من، فاقد این دارد ندارد ها، این بجزا، این فاقدا، این به استثنای ها رو خواهشن دورش خط بکش. برای خودت مشخص کن که دنبال چی میگردی. یه وقتی میگه آقا همه گزینه ها فاقد فلان نیست، خب این منفی در منفی مثبته، یعنی باید خودت تبدیل کنی به دارایی، صورت سوال رو ساده کنی. پس این مدل ها در صورت سوال خیلی مهمه. دانش آموز، حالا همکار درس فیزیک اومده تو دفتر به من میگه برادر من تو کلاس چیکار میکنی؟ میگم چرا؟ میگه من دانش آموزم صورت سوال رو نمیتونه بخونه، نمیتونه بفهمه، رفته دنبال یه جواب دیگه. بهش میگم چرا؟ میگه مگه سوال اینو نخواسته؟ خب چی بگیم بهش؟ راست میگه، من معلم ادبیات موظف بودم اینو به تو یاد بدم. پس دقت به صورت سوال گاهی اوقات نیمی از راه پاسخه. کدام فاقده؟ همه بجز، همه به استثنایه. اینها رو حتما در صورت سوال ببین. اینم یه الگوست، چند تا آرایه در صورت سوال، بعد چهار تا بیت. خب اینو دیگه من نمیتونم چهار تا بیت رو از اول شروع کنم، اول همه رو بخونم، معنی کنم، ساده کنم، نه. اینجا شما باید از ساده ترین آرایه شروع کنید، مثلا تشبیه، مثلا حالا جناس، برید و پیداش کنید اونی که اونو داره بقیهش رو توش چک کنید. اینا هم باز دوباره مراقب بجز باشید، ببینید ممکنه تو صورت سوال زیری را خط بکشن، ممکنه واسه نکشن، خودت باید این کار رو انجام بدی. همه بجز. یه مدل هم که هست مدل آرایه در مقابل، این همون تک آرایه است که یه مقداری البته ساده تره. باز اینا رو هم باید چیکار کنی؟ از ساده ها شروع کنی. تضاد مثلا برای شروع خیلی خوبه. اسلوب معادله رو امثال میخونیم از آرایه‌ای که زود میتونی بگی آره یا نه. تلمیح اگر زیاد دیده باشی بهت کمک میکنه. پس چیکار میکنی؟ با حذف گزینه میری، میگه آقا اینو من مطمئنم که تضاد نداره، خط میزنم میرم بقیه رو بررسی میکنم. پس تست های آرایه اولویتش حذف گزینه باشه. یه مدل هم که مدل الفبایی، آرایه های فلان
چند تا آرایه به ترتیب در کدام گزینه است. بعد میاد ترتیبش رو این زیر میزنه. خب اینا هم دوباره باید با همون اولویت بندی من بیام، مثلا ببینم که خب اغراق از اون شعرهایی که توش خالی بندی داره خب میتونه مثلا کمک بکنه، ولی خب خیلی شعرها میشه این ایماج ها رو استعاره ها رو توش براش تعریف اغراق باز کرد، ولی مثلا تو اینا حسامیزی براش شروع خیلی خوبه. چشم میندازم دنبال یه صفت حسی دیداری مزه‌ای نمیدونم حسی میگردم، بعد میبینم برای چی اومده. اگه اونی که براش اومده مال یه حس دیگه بود میشه حسامیزی. بعد میرم این ترتیبو پیدا میکنم، اولی دومی سومی، اونی که من پیدا کردم مثلا تو سومی ادامه میدم. یه مدل دیگه هم داره که حالا این از اون روشمندایه که کمک هم میکنه، تکراریه. مثلا میگم آقا جیم دال دال ه، خب دو تاش متفاوته، دو تاش تکراریه، احتمال این که دال اولی رو داشته باشه بیشتره. خب از این مدل هم میشه استفاده کرد، ولی این مدل دومه ها، این از اون روشایی که حالا هنوز تو کنکورا جواب میده. پس برم سراغ تکراریا، اولویت رو بدم به بررسی تکراریا، اگه بود تیک بزنم رد بشم. حالا اینو بعد در جای خودش این روش رو توضیح میدم و استفاده میکنیم روی نمونه. این سوالو ببینید، قافیه گروه قیدی، یعنی طراح اومده چیکار کنه؟ تست قافیه در کرده ها، ولی برده سوار کرده روی بحث دستوری، میتونه مجازه. چرا؟ چون کتاب ما حوزه دیدگاه قلم روی زبانی داره، طراح مجاز از بحث دستور استفاده کنه. خب اینه که قافلی. حالا کلی من بیام بگم آقا قرار نبود دستور زبان تو اختصاصی باشه، حالا که هست. چرا؟ چون قلم روی زبانی زیر مجموعه هاش دستور بود. خب کاری نداره که من اول قافیه‌مو پیدا میکنم، بعد نقش دستوری رو هم توش بررسی میکنم، اشکالی نداره و میشه به جواب رسید. اما سوال دوم قافیه امسال از محوریه که خیلی مهمه. محور چی؟ غلط، قافیه غلط. ببینید تست قافیه میتونه یک قافیه یابی باشه، حالا قافیه پایانی، قافیه میانی، ذوقافیت، این هرچی. پس یه بحث قافیه یابی، یه موضوع میتونه اجزای قافیه باشه، حالا اون حرف قافیه، حروف قافیه، الحاقی، نمیدونم قواعد قافیه، قاعده یک، قاعده دو، اینا همه رو سال دهم خوندیم و امسال مرور میکنیم. و یه مدلش هم میتونه سوال چی باشه؟ قافیه درست و غلط. حالا دلایلش چیه؟ دلایلش بستگی داره به همون اجزای قافیه که خوندیم. حالا حرف قافیه چیه؟ حرف ما قبل قافیه چیه؟ حروف قافیه چه جوریه؟ الحاقی داره نداره؟ اینها جای خود. پس سوال قافیه یکی از پرکاربردتریناش بحث قافیه غلطه. مهارت یافتنش یه بحثه، نکته های مربوط به قافیه غلط هم یک مهارت دیگه است. از اینجا میریم توی عروض. این چی الان؟ این سوال حذف همزه است. اختیارات شاعریتون امسال در سال 12 هم میخونید. یعنی چی؟ یعنی این که من گاهی اوقات تقطی میکنم دوتا مصرع رو، میبینم علامتام اختلاف داره، منم اشتباه نکردم، خوندم درستم، خوندم درست ادا کشی کردم، علامتام هم درسته، ولی یکی نیست. چرا؟ چون اختیارات داره که علامت ها اختلاف دارن. اینا میتونه با خانش باشه، مثل همزه‌ای که به هم میچسبه، مثل ا و او پایانی که کش میاد، مثل آ و او و مثل او و ای پایانی که میچسبه و کوتاه میشه. ما به اینا میگیم زبانی ها. میتونم اختیارات وزنی باشه که یک سری قواعدی که امسال میخونیم و بعد از خوندن اونها روش تستیهاش رو میخونیم، که حالا اینجا ما یه نمونه شو داریم، اینجا هم یه نمونه دیگه است. سوال 155 میگه وزن بیت زیر با کدام بیت یکسان است. این دیگه تست خارج از اختیارات، یکی از پرکاربردترین الگوها هم هست. یه بیتو داده، من چیکار میکنم؟ من میام برای این بیت چه سماعی چه دستی علامتاشو میذارم. تو علامت گذاری مراقب اختیاراتم هستم. نمیام 4 تا بیت دیگه هم همشو تقطی کنم ببینم که کدوم علامتاش با اون یکی شد. خیلی ساده این بیتو رو علامتهای بالایی میخونم. حالا امروز دوست داشتم مثلا وارد این مقوله هم میشدیم، ولی به نظرم خیلی جا نداشته باشه برای این کار، یعنی خودم دوست ندارم. ترجیح میدم به جای این که برای شما تست حل کنم، بیشتر همون استراتژی رو با هم بریم. پس برای تستایی که بیتو در بالا میده و 4 تا بیت میده میگه کدوم هم وزنه، شما اصلا فرض کنید که به شما علامت داده، اون الگوی ساده تره، علامت داده گفته کدوم وزنشه، چیکار میکنی؟ بیت رو علامت ها میخونی دیگه، اینم همونه.
مثلا اونجا بوده ف کوتاه، اینجا ب، اینجا س، اینجا ب، اینجا ن. پس همش هجای اولش کوتاه، پس حذف گزینه فعلا نمیتونم بکنم. همینطور علامت های بالا رو میذارم، میخونم روش و ادامه. هر جا به هم ریخت میتونم متوقف بشم، مگه اینکه اختیارات داشته باشه که دیگه جای خودش اختیارات رو میخونیم. اینم یه اختیارات دیگه. اینجا چیکار کرده؟ اینجا طراح اینجا طراح چیکار کرده؟ یه بیتو داده، گفته کدوم اختیاراتو داره. حالا دو تا اختیار داره، سه تا اختیار داره. من اون بیتو باید درست بخونم. ا و او اگه کش میاد بگم بلند تلفظ کردن. او و ای اگه میچسبه بعدیش کوتاه میشه، او خونده میشه، ا خونده میشه، بگم کوتاه تلفظ کردن. همزه میفته بگم حذف همزه. بگردم پیدا کنم یا حذف کنم. این الگوی سختی نیست. ما چی داشتیم؟ ما یه بحثی داشتیم که بهش میگفتیم پایه‌های آوایی. یادتونه از سال دهم شروع شد. برامون میومد بسته بسته، مثلا توانا فعولون، بود هر فعولون، کدانا فعولون، بود فعل. خب این بود چهار تا پایه آوایی، چهار تا دسته هجایی که ما بهش میگفتیم وزن واژه یا رکن عروضی. اینها رو اینجا طراحمون به صورت چی از ما خواسته؟ گفته کدام ابیات را میتوان به دو صورت دسته‌بندی هجایی کرد. این یه نکته‌ای داریم تو کتاب 11 که خیلی هم کتاب بازش نکرده. در دو تا وزنه که میتونین اتفاق بیفته. خب این مهارت رو معلم باید اضافه به من بگه. تو کتابم نیست. کی رخ میده؟ حالا اینجا یواشکی ما به شما بگیم. کجا میتوان به دو صورت دستبندی هجایی کرد؟ یک، جایی که رکن آغازین و از واژه اول شروعش با مستفعلو باشه، یه دونه، یا با مستفعلون که رکن بعدیش دیگه مستفعلون نباشه. برعکسش چی میشه؟ آغازین رکن مفعولو میشه. حالا چجوری اینو ما تبدیل میکنیم؟ یک بحث شاید مثلا یه رو 20 دقیقه زمان میخواد در جای خودش که ما داریم وزواجا رو تمرین میکنیم. به محض اینکه برسیم به مستفعلو، این روش تبدیل مستفعلو به مفعولو رو به شما اونجا میگم که یک کار شاید میگم دیگه 10 دقیقه و این مهارت اونجا به دست میاد. دیگه چی داریم؟ با توجه به بیت زیر همه موارد. گاهی اوقات طراح دوست داره که سوالش رو ترکیبی تر کنه، هم وزن رو بده، هم قافیه رو بده، هم اختیارات بده، هم دوباره اختیارات دیگه ای بده. خب اینها باز با حذف گزینه. خب چک میکنه میگه وزنش اینه. علامت های فاعلاتون فعلاتون فعلاتون فعلون رو جلوش مینویسه. یو خط خط الاخر. الان اینجا میشه خط یو خط خط فاعلاتون. بعد میاد اون شعر رو روی علامت ها میخونه به سرعت، اگر خوند خودش. حالا بعضی هم که سمایی تشخیص میدن سرعتشون بیشتر میشه. من به بچه هایم که سمایی تشخیص میدن خواهش میکنم، ازشون خواهش میکنم که اکتفا نکنی. وزن رو که پیدا کردی دست درد نکنه، خیلی ممنونم، و تند علامت های خشکش و علامت های خالیش رو بنویس. چشمی شعر رو یه مقابله باش بکن، لااقل نصف شعر رو، نصف اول مصرع رو روش بخون که منطبق باشه، اشتباه نکرده باشه. برای قاعده هم که قرار شد حرف قافیه رو پیدا کنیم، آ او بود میشه قاعده یک، وگرنه قاعده دو، که دیگه یه نکته ساده. اختیارات هم که قرار ما تازه امسال بخونیم، من دیگه واردش نمیشم چون الان اصلا فضای ذهنی شما مناسب نیست. در این سوال هم همین. وزن دوری، وزن دوری همون وزن همسان دولختی است که حالا ما در ادامه بحثی که از 11 هم باز کردیم امسال میخونیم. خیلی سادهش کنیم، آقا هر شعری که وسط مصرع مکس داشت میشه وزن دوری. شاید با خانش و گوشی هم میشه فهمید. صد بیابان عشق چون بخورد چون بخورد تیرو. خب من مکسمو پیدا کنم، کجا میتونم ویرگول بذارم؟ ای که زدید غایبی مکس ویرگول در دل ما نشسته ای. خب عملا اونور اینور با هم برابر شد. در دوری ما یه ترازو داریم، باید هر بیت که میشه دو مصرع، هر مصرع هم بشه دو تا نیم مصرع که نیمه اول با نیمه دوم کاملا برابر باشه. تنها نابرابریش ته نیم مصرع که میتونه هجای کشیده باشه، حکم هجای کشیده پایان مصرع داره، ما بلندش میکنیم.
پس خیلی حالا وارد موضوعش نشیم. خانش مکس وسط برابری دو نیم مصرا، یعنی هر مصرا به دو تیکه مساوی تقسیم بشه. 161م به بعد تا 165 پنج تای پایانی قرابت معنایی عین قرابت معنایی عمومی مونه. حالا چجوری به این سوالا میپردازیم؟ با توجه به قلمرو فکری که ما تو کتاب خودمون داریم، تو اون دیدگاه ها، دیدگاه فکری، باید یاد بگیریم که هر شعری رو، هر بیتی رو اول ساده، یعنی بخونیم، مرتب کنیم، کلمات قدیمیش رو معادل سازی ساده و فشردش کنیم. اون فشرده میشه درون مایه یا زمینه فکری. هر بیتی که با بیتی دیگه این درون مایش یکی باشه میشه قرابت معنا. حالا بحث قرابت هم که یه بحث مشترک بین عمومی اختصاصی، خیلی خوبه هرچی اینجا زحمت بکشیم اونجا هم ازش استفاده میکنیم و این حسن رو برای ما دار. خیلی سرتون رو درد آوردم. حالا ما سعی کردیم به عنوان یک دورنمایی از کار امروز با همدیگه یه نگاهی بندازیم، از بالا ببینیم کدوم مسیر رو باید بریم. حالا بعضی دوستان تو مثلا یه موضوعاتی مهارت بیشتری دارن، خب اون رو مثلا توی اولویت میذارن. بعضیا برای اونا باید زحمت بیشتری بکشن، مثلا وزن سمایی. خب وزن سمایی و گوشی رو یه عده به صورت ژنتیکی دارن. حالا ما تو کلاس میگیم اونایی که نیمکره‌های چپ و راست مغزشون متفاوته، اونی که نیمکره راستش متفاوته مطمئنن متفاوته با اون یکی دیگه. یعنی من ممکنه بتونم در وزن شنیداری سرعتم بیشتر باشه ولی در یه موضوع دیگه مثلا تو تشخیص آرایه از دوستم عقب‌تر باشم. پس این تفاوت‌ها رو بپذیریم. اگه دیدیم یکی وزن سمایی میتونه بگه من نمیتونم بگم، دلیل نمیشه که اون از من خیلی باهوش‌تره. آقا اون ژنتیکی گوشش این مهارت رو زودتر کسب میکنه، اون موسیقیدان بهتریه ولی من مثلا مهارت‌های درک معنام از اون بیشتره، قرابت معناییم از اون قوی تره. پس این تفاوت‌ها رو بپذیریم. حالا برعکس، دوستایی که سمایی نمیفهمن تختیشون راحت‌تر و دقیق‌تره، اینا دیگه خطا تو تختیشون کمتر میشه، گول نمیخورن. اتفاقا طراحایی که سوال وزن شعر طرح میکنن بیشتر میرن سراغ همون سمایی ها. یه وزن مفتعلون مفاعلون میده، بعد طرف سمایی فکر میکنه مفتعلون مفتعلونه، یا مثلا مفتعلون فاعلون مفتعلون فاعلون میده، اون یه دفعه فکر میکنه چیه این مفتعلون مفاعلون مفتعلون فاعلون. یه جایی این پوست خربوزه میره زیر پاش و زمین میخوره. پس گول نخوریم، یه مقداری مطمئن و روشمند عمل بکنیم در چارچوب کتاب و یه مقداری هم از تکنیک ها استفاده کنیم. خیلی خوشحالم که با شما همراه هستم. بسیار بسیار یقین، امید و اطمینان دارم که ما در کنار هم دیگه و با عنایت خدا، با محبت خدا، یک نتیجه بسیار خوبی رو رقم خواهیم زد. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.